دوستان و سروران در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب 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 باشه. دوستان عزیز ببینیم چه خبر است در فال شما عزیزان دل. امروز میپردازیم ببینیم که از اعتراف از ضمیر ناخودآگاهش میپرسم از شما هم فراموش نمی کنم، شما از ضمیر ناخودآگاه شما میپرسم. البته اتفاقاتی که برای شما در پیش هست اینجا سمت راست، برای اون نه اینجا سمت چپ، من دست چپ و راست هم فراموش کردم، براتون میذارم. خب ببینیم چه خبر دوستان عزیز. من مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن، یاران، سروران، وفاداران همیشگی کانال. دوستان کانال به شما احتیاج داره، من هرچه تلاش هم میکنم که میدونم که شما هم هستین، حضور دارین و منت بر سر من میگذارین و هستین. من این نمیدونم دیگه چه کار میتونم بکنم. خب عزیزان دل، اونایی که شما خارج از ایران هستین، اگر میتونین یک یورو سمبولیک کمک کنین به کانال، خواهش میکنم ازتون این کار رو انجام بدین از طریق اون سوپر تانکس. برای چه دوستان عزیز؟ برای که سوپر تانکس به یوتیوب میگه که این کانال برای یک سری از افراد مهم هستش و اینکه بهش مقدار رسیدگی بیشتری کنه. خب این از این مسائل. حالا بریم ببینیم چه خبر در فال. همونجور که بهتون گفته بودم دوست محترمی هست، حدیث عزیز، که برای کانال، برای عزیزان کانال دو جلسه مشاوره روانشناسی مفتی رایگان بهتون میده و همچنین منم که بهتون گفتم فالای عمومی رو، فالای خصوصی رو باز کردم. فالای عمومی همیشه باز هست، فالای خصوصی رو باز کردم و اینکه ممکنه فردا یا پس فردا میبندمشون دیگه تمام، تا اینکه ببینیم چند ماه دیگه بازش میکنم. خب بریم ببینیم عزیزان. آپ آپام کارتا همینجور دارن لبریز و سرشار هستن و ببینیم چه خبر هستش. اوکی، اولین کارت دوستان، بریم ببینیم در ارتباط با شما کارت عدد شناسی و در ارتباط با اون شخص من میگیرم. این بارم من کارتا رو میپرونم دوستان، ببینیم برای شما چی میپره. اول شما. خب عدد دو، دوست عزیز گل و بلبل من، حساس و نارنجی هم افتاد واسه تون و کارت خودتون افتاد، حساس و با احساس و یه وقتایی اکابری و یه وقتایی زلیخا جون و یه وقتایی هرچی من بهتون بگم و اون یه وقتایی دوستان عزیز توجه کنین، اون یوسف جون شماست، دود شماست، بخار شماست، هر چیزی که میخواییم بهش بگیم، گربه مرتضی علی شماست، هر اسمی رو میخواییم روش بذاریم بذاریم، اون به خودتون مربوط هستش. من اینجا سعی میکنم یه اسمایی رو بگم بخندیم بچکنی کنیم، چون زمانی که ما یه نفر خیلی بادش میکنیم میره هوا دوستان، یه خودمون هم نمیتونیم برسیم نخش رو بگیریم دستمون. خب برامون سنگین میشه حمل یک سری از مسائل. دوستان عزیز شما عدد دو براتون افتاده، دو هماهنگی، دو قرارداد، دو شروع یک مسئله بسیار زیبا، ورود شخصی ممکنه در زندگیتون باشه. اینجا همکاری دارم براتون میبینم، یک کاری که در اون یه نفر دیگه هم ممکن هست باشه، حداقل دو نفر هستن در اون، و اینکه گذاشتن شادی و نشاط و نرمش در روابطتون. تنها نیستین، شک نمی کنید، شروع می کنین به همکاری و کمک به دیگران همچنین، و اینکه یک شراکت رو ممکنه برای سریاتون اینجا دارم می بینم. خب اون دود چی میگه دوستان؟ میگه که عدد نه یکی مونده به ده دیگه، بس بنابراین به آخر یک دوره داره میرسه، به آخر یک ماجرا داره میرسه، به آخر یک داستان داره میرسه. بنده خدا بریم براش دستمال، به قول معروف یک جعبه دستمال کلینیکس بگیریم که اشکاشو پاک کنیم. خیلی بچه‌مون حساس شده، نازک نارنجی شده، فکر میکنه که خودشو قربانی کرده، ازش سوء استفاده شده، واقعیت رو نمیبینه و احساس میکنه که صفحه از زندگیش جلوی روش داره بسته میشه و واینن دندونم و آخنن دندونم و از این حرفا. خب ببینیم چه خبر دوستان. من مثل همیشه از کارتای
پس این در حالت جوجه اردک زشت بازی هست. شما شیر خوردین، شیر جنگل نه شیر پاستوریزه دوستان. خب ببینیم اینجا چه خبر. او شما که میخواین حرف بزنید، خیلی میخواین حرف بزنید. ببینیم دوستان چه خبر در ارتباط با شما. دست از من شفا از خدا. او بو 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 بو. آماده اید؟ گو. بگیم به من ببینم چه خبر است در وقت و تاله این عزیزانی که امروز دارن این فالو نگاه میکنند و افتاد. خبرهای اشغولانه دوستان، خبرهای بسیار خوب، خبرهای که حال دل شما رو داره خوب میکنه، مسائل زندگیتون، هر چیزی که شما دلتون بخواد دارم میبینم که به سمت به اونجوری که خودتون دلتون میخواد داره حرکت میکنه، حال دلتون داره خوب میشه، شادی دارم میبینم، برقراری تعادل دارم براتون میبینم. ببینین در مورد مسئله‌ای که براش خیلی صبر کردین، یک مسئله دادگاهی اداری، هر چیزی که دارین دوستان دارم حرکت و موفقیت میبینم. ممکنه در ارتباط با ملک باشه، در ارتباط با خانوادتون باشه، مسئله‌ای که واقعا شما رو دارم میبینم اینجا در دل شما رو خلاصه یه مقداری به درد آورده بوده. اینجا پس شرایط دارن عوض میشن. ببینید دوستان عزیز، اینجا در ارتباط، ببینید همونجوری که من بهتون گفتم، ممکن است که یه خبر احساسی، یک مسئله احساسی خیلی خوب سراغتون بیاد که اصلا خودتون هم دوستان ببینید برای شما یک باره باشه. تعجب میکنیم، منتظرش نبودم. خب این خبر به گوش من رسید، این مسئله برای من فاش شد، این برحال یه چیزایی برای شما داره روشن میشه. در ارتباط با ملک اگر دارین دوستان عزیز، مسئله‌ای که به مسکن، به ملک شما بستگی داره، اینجا من دارم میبینم که خیلی منتظر بودین ولی دارم میرم مسئله دارن الان حرکت میکنن. خب ببینیم در ارتباط با شخص مورد نظر شما، دودخان یا خانم، برای که هم خان هست هم خانم هستش، هم آقا میتونه باشه هم خانم میتونه باشه. من یه تاکید میکنم، من جنسیت رو نمیخونم دوستان، من انرژی رو میخونم. انرژی اون زمختر از انرژی شما، شما ظریفتر انرژیتون. خب اون شخص عزیزان دل من توجه کنید، شخصی هست عزیزان که دارم میبینم که یه کامفورت زونی داره و اینجا نشسته و تکون نمیخوره از کامفورت زونش. حالا چی بشه؟ بنیاد من مستحکم هست، روش نشستم، مثل مامان مرغ که روی تخمش میشینه. این شخص هم دوستان عزیز روی منافعش، روی ملکش، روی خانوادش، هر چیزی که هست نشسته و اینجا دارم میبینم که فعلا میترسه از اینکه تکون بخوره. شخصی بسیار لجباز من اینجا دارم میبینم، ولی خب خبر خوبی این هستش که قراره که تکون بخوره، قراره که تکون بخوره دوستان. خب یه مقدار حالت غرور داره اینجا و اینکه با غرور دارم میبینم که داره حرکت میکنه، اونم یه قرارداد دارم براش میبینم. حالا اگر به صورت کلی بخوام بهتون بگم، شما در ارتباط با این شخص دوستان عزیز یک سری از مسائل برای شما داره فاش میشه. خب و اونم اگر در مقابل شما لج و لجبازی هایی داشته، حرکتی داره انجام میده، ولی وقتی میام ببین من اونم که رستم بابت پهلوان، یعنی میخوام پوز بدم یه خورده، میام سراغت، حرکتی انجام میدم، ولی یه حرکتی که فکر نکنی یه وقتی من برای تو کاری میکنم، نه این حرکتو زدم یهویی از در خونت رد میشدم، زنگو فشار دادم، یهویی داشتم به دوستم زنگ میزنم، اشتباهی دستم رفت رو دکمه تلفن تماس تو، یهویی یک خبری یه جا دیدم گفتم این محله ایناست. مثلا به تو میگم این با یک حالت مغرورانه من اینجا دارم میبینم. خب پس من سعی میکنم و وجوه صورتهای مختلف رو برای شما اینجا توضیح بدم، چهره های مختلف این ماجرا رو براتون توضیح بدم. خب ببینیم کارت های بعدی رو. کارت های بعدی من از کارت های تو این فلم استفاده میکنم، مثل همیشه دیگه شما کارت ها رو میشناسین، یه خودتون یه پا فالگیرشون. خب ببینیم چه خبر. لطف کنیم به من بگویید چه خبر، به من بگو چه خبر. ببینیم خب اینجا دارم یه سریاتو میبینم دوستان عزیز،
در ارتباط با مسائل احساسیتون ناامید و دلشکسته بودین دوستان. خب ناامید و دلشکسته و گریان بودین. پس خبر خوبی داره به سمتتون میاد که برای شما خیلی مسائل رو دارم میبینم که یک چیزایی داره براتون روشن میشه. یک سری ببینین خودتون هم شاید انتظارش رو نداشتین. بسیار عالی و خوب. ترس هایی رو دارین دوستان عزیز. من احساس میکنم یک سری از شما الان قسمتی زندگیتون هسته که ممکنه یک مقداری این روزهایی که دارن میگذرن روزهایی باشن که در اون کار شما زیاد باشه و استراب شما ممکن هستش که یه مقداری زیادتر از نرمال باشه. ولی ببینیم ماهایی که حس و حال به قول معروف لطیف و ظریفی رو داریم، معمولا وقتی که ظرفمون پر میشه اشکمون هم در میاد. وقتی خب ببینیم کارت بعدی دوستان چه بهش میگوید. به این میگوید که در ارتباط با مسائل خانوادگیش، در ارتباط با مسائل ملکی، اون هم چاکرای ریشهش، دارم میبینم که عزیزان دل، دارم میبینم که خوشحالی هایی و فراوانی هایی داره آیدش میشه. یک چیزی توی زندگی داره هم حرکت میکنم و به یک چیزی دارم میرسم. و کارت بعدی و بعد انتخاباتی انجام بده در قبال خانوادهش، در قبال دور و بریاش، در قبال انتخابات مهم زندگیش. باید الان انتخاباتی رو انجام بده. چپ برم، راست برم، یا خودم اصلا به کوچه علی چپ بزنم. شما در مقابل این شخص دوستان عزیز دارم میبینم که نگرانی هایی دارین و در مقابل این شخص عزیزان دل دارم میبینم که ناراحتی هایی رو ممکنه در گذشته داشتین و حتی در حال هم دارین. احساس میکنین که چیزی رو از شما پنهان کرده و یا اینکه دروغی رو به شما گفته باشه. نه، کارت خیانت من نمیگم، آنچنان خیانت همون نقطه خ بالا و دوتا یه پایین باشه، همون هستش. خیانت برای هر کسی یه چیزی هستش. تو از من پنهونکاری کردی، دل منو شکوندی. برای که مثلا بهت میگم، من حس میکنم یه نفر دیگه تاثیرش در زندگی تو بیشتر هستش. این در حالی هستش که من دارم میگم که اون شخص عزیزان دل میخواد حرکتی رو انجام بده در ارتباط با شما. ببین یه مقداری هم حالات مغرورانه دارم میرم داره رفتار میکنه و اینکه ببین در ارتباط ساخت و ساز با شما و ادامه رابطش که بخواد در دوره در به صورت طولانی مدت زمان ببره، دوستان این شخص داره فکر میکنه، میخواد راهش رو با شما مشخص کنه. یا روم یه روم، یا زنگی زنگ. شما هم بخونید. بی بی سکینه ویلا، بزنه به سینه ویلا، سینه خرابه تشنه آبه. در ارتباط با این شخص هنوز دوستان عزیز زخم روحی خیانت در شما هست. خب کارت بعدی دوستان، ببینیم چه خبر است در کارت های بعدی. کارت بعدی تأخیر و اینجا اوکی، من اون کارت اونم میریزم و بعد براتون. ببینید دوستان عزیز، شما در خیلی از مسائل زندگیتون ممکن الان دوچار به خاطر یک سری از مسائل احساسیتون دوستان دوچار تأخیر شده باشین. به خاطر یک سری از ترس هاتون، یا به خاطر اینکه اگر زندگی احساسی شما خالی هست دوستان، الان در حال حاضر ممکنه زندگی احساسی شما این طرفی که من دارم براتون میخونم یک دوست باشه، ممکن هستش یک سری افراد دیگه باشن. ببینید کی اینجا میخواین بزنین شما. ببینید من دارم میبینم که این میون شما میدونین که یک سری از مسائلی که ممکنه منشأ شما نباشین و افراد دیگه ای باشن که از من جمله این شخص باشه، باعث شده دوستان عزیز که شما دست پاتون بسته باشه و اون تغییری که دلتون میخواسته سری و سر انجام بشه توی زندگیتون هی تأخیر بوده، اینقدر تأخیر بوده تا خرابی یک مسئله شده. خب و اینجا من چه چیزی رو میبینم؟ من اینجا دارم میبینم که هنوز شما این انرژی رو دارین با خودتون هم میکنین. اون شخص در ارتباط با شما دوستان عزیز، ببینید تأخیر، حالا من برمیگردم باز هم در ارتباط با تأخیر بعد میرم سراغ اون. اون شخص در ارتباط با شما در ارتباط با زندگیتون دوستان عزیز، اگر یک قطار رو از دست دادین، توی ایستگاه قطار واستادین، قطار بعدی رو میگیرین دوستان. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. این کارت این حرف رو به من میزنه، ولی اینکه چند تا پر و نمیدونم چند تا شیویدتون ریخته باشه، خب اونا در میان. حالا مقداری باید بهش رسیدگی بشه تا در بیاد. رسیدگی این هستش که حال خودم رو خوب کنم، اینکه منتظر این نباشم که کی خواجه از در در آید، بلکه من از تو حرکت، از خدا برکت، کاسر خودم رو گرم کنم.
یک سری ها هستین دوستان عزیز، من متوجه شدم این پشت دوستان که یک سری ها هستین از صبح تا شب بیکار هستین و چون بیکار هستین به هزار و یک مشکل فکر میکنین و در ذهن خودتون، در خیالات خودتون سرتون شلوغه. سر کار هستم، نمیدونم سرم شلوغه، اینجورم اونجورم. در حالی که وقتی که صحبت میشه باهاتون متوجه میشم که نه کاری در میان هست، نه به قول معروف مشغله در میان هست، نه شما هستین و تلفنتون و افکار منفی. پس مواظب این مسئله باشین که این افکار باعث نشن که گلوله‌ای باشه که بر علیه خودتون، یا چاقویی که ببینید برگرده به سمت خودتون. اون شخص دارم میبینم که چاکرای ریشش قوی تر از شما هستش. اونجوری که شما اینجوری رشه میرین بندری میرقصین، اون نه. ببین داره میگه میخوام تصمیم بگیرم، ولی یادم میاد چه اتفاقی بین من و تو افتاده و چرا اگر شما از هم فاصله گرفتین این شخص فاصله گرفته. خیلی از مسائل رو دارم میبینم که داره پیش خودش این روزا مرور میکنه دوستان عزیز. خب و بله ببینیم، و داره با خودش به یک تفاهماتی میرسه عزیزان دل برای یک شروع با شما و شادی. توجه کنید اینجا پشت کارت ها رو. خب ببینیم کارت های دیگر رو، کارت های بعدی. دو تا شیش دوستان براتون افتاد، حرف از صلح و آرامش و رسیدن به آن چه که مطلوب شماست. دوستانی هستین که به این شخص خیلی فکر میکنین، ممکن هستش به فکر شاید این شخص هستین، ولی یک سری دیگه از شما عزیزان دل ازش گذشتین و به چه چیزی دارم میرسم؟ به این دارم میرسم که من به لطف تو بود که به این معنویت رسیدم. تا درد نکشیم دوستان عزیز نمیریم دکتر، و دکتر ما اینجا معنویت برای یک سریامون هست. خود من از خود من بپرسیم بهتون میگم چجوری رو به معنویت آوردم. و اینجا ببینین عزیزان دل، من دارم میبینم که به اون مطلوب و به اون چیزی که میخواین رسیدین و شما هستین که تعیین میکنین که چه کار کنم الان در زندگیم، چه با این شخص و چه با عزیزانتون. من دارم میبینم عزیزان دل دوره پیش روی شما داره باز میشه که در اون افرادی که هم فرکانس شما هستند و بهشون علاقه مند هستین با شما خواهند بود و بسیار عالی و موفقیت های مادی برای شما دارم میبینم. خب بریم ببینیم اون چه خبر است. اون که دیگه فصل بهاره، و هم فصل بهاره، همین که فصل زمستان، نه فصل بهار نیست، فصل تابستانه، بهار و تابستان میتونم بهتون بگم. برای چه دوستان عزیز این شخص این حرفا رو میتونم میزنم؟ ببین آدمی هستش، توجه کنین که هم از نظر شوق و شور نسبت به شما، شوق و شورش خیلی زیاد هست، تمایل بسیار بزرگی نسبت به شما داره و به قول فرانسوی ها اناغم. و اینجا چیزی که من دارم میبینم دوستان عزیز، ولی مادیاتش هم مهم هست. ای ببینید دوست داره یک مسئله فیزیکی رو با شما داشته باشه، بی برو برگرد اینجا برای من به صورت واقعی. چاکرای ریشه‌ای، چاکرای چیزی که من به وجود میارم، و اینجا هم همون مسائل جنسی میتونم بهتون بگم. ولی شوق و اشتیاقی که نسبت به شما داره و میل به این که بخوام این دل شکسته رو یک جورایی ترمیمش کنم، با وجود قیافه ضد گلولش. ببین کسی که داره گریه میکنه عزیزان دل. اوکی؟ خب حالا ببینیم با هم دیگه کارت های بعدی رو. وای نگم براتون دوستان، اینجا هوا آفتابیه، بهاریه، آفتابیه، بهاری نیست، تابستونیه، ولی دیروز آنچنان باران سیلاسای آمد که دیگه نگم براتون. خب ببینیم چه خبر است در کارت ها. باز هم این کارت داره تکرار میشه دوستان.
موفقیت های مادی ها از آن شما خواهد بود. برای یک سریاتون دوستان عزیز، شما تنها نیستید، فرشتگان مقرب در کنار شما هستن، شما را دارن میفرستن به سمت یک تعادل. دوستان اینجوری زندگی رو نه سیاه سیاه یا سفید سفید نبینین، بلکه یه رنگ میانه وجود داره. من احساس میکنم اینجا شما کمک داره بهتون میشه. اونایی که مسائل مادی مد نظرتون هست، کمکی دارم میبرم، یه کار گروهی دارم میبرم، مثل که افرادی هستن که هر کسی به قول معروف آبی رو میاره و به آسیاب زندگی شما میریزه که بچرخه این آسیاب. برقراری تعادل در زندگیتون و صلح و آشتی، و اینجا هم دارم میبرم، پس بهتون گفتم کمک داره بهتون میشه دوستان. خب فرشتگان اینجا راهنماییتون دارن میکنن، افرادی رو سر راهتون دارن میفرستن. اینجا تغییرات بسیار بسیار خوب و دارم میبینم برای اون شخصم در ارتباط با آنچه که دگرگونش کرده بوده و نمیدونسته چی فکر کنه و چه کار کنه، تغییر پیدا میکنه. یه سریاشون چشم پوشی کرده بودن از شما دوستان، ولی من تغییر رو اینجا دارم براش میبینم. پس توجه کنین گربه مرتضی علی اگر مثل اینجا هم عزیزان دل پشتش رو به زمین نزنه، ولی دارم میبینم که یواشکی یه وقتی نفهمی من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، برحال دارم میبینم که اینجا کارهایی میخواد انجام بده، حرکت مینم، دوره جدیدی دارم میبینم، شانس اینو موقعیتی براش داره پیش میاد که در ارتباط با شما قدمی رو برداره. دوستان بهتون گفتم این قسمت رو میتونم برای خودتون هم نگه داری. به هر حال دارم میبینم که اگر از نظر مادی هم بخوام بگم، اولا که مادیاتی داره میبینم به سمتش میاد، این در حالی هستش که شاید ناامید بوده دوستان. خب ببینیم کارت های بعدی دنگ 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 دنگ. او بوم 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 نقاب. خودتون رو یواشکی دوستان عزیز دارین شما میرسین، کم کم میشین گربه مرتضی علی ها. توجه کنین شما دارم اینم کارهاتون رو دارین انجام میدین، یواش یواش به اون ثبات دارین میرسین و بر موردش به کسی هم چیزی نمیگم، خودم قایم میکنم. بادا بادا مبارک بادا، ایشالله مبارک بادا، دین 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 دین. توجه کنید اینجا دوستان به شما فکر میکنه و شانس ببینید، درش میخواد با شما یک شانس داشته باشه، زندگیتون از یه مرحله به مرحله دیگه بره. اوکی عزیزان دل، دوستان عزیز توجه کنید این فالها عمومی و گروهی هستند و یک مقداریشون به شما میخورند و بقیهش بندازینش بیرون. اون چیزی که شما فکر میکنین که مال شما هست، ببینید این شخص دوست داره که ببینید در ارتباط با شما تغییر کرده دوستان عزیز و در ارتباط با شما چیزای دیگر رو توی زندگیش میخواهد. خب من برم ببینم که چه خبر در کارت های دیگه. سیمبولون جان رو مخلوط کردیم و میذارمش اینجا و میرم سراغ اولین کارت ها، کارت های فرشتگان عشق. عادت دارم اون بالا فرشتگان عشق رو ببینم، برای همین از این کارت ها استفاده میکنیم. ببینیم چه جوره. اوکی عزیزان دل، شما دارم میبینم که به خودتون دارین میرسین، به زندگیتون میرسین و اینکه مشغول هستین، مشغول خودتون هستین و دارین یه مقداری مسائل خانوادگیتون یا دوروبرتون دارین جمع جور میکنین یه خورده. خب دارم فکر میکنین، یه سریاتون دارم میبینم که فکر میکنین، تجزیه تحلیل میکنین زندگی خانوادگیتون چه بر من گذشت، ولی نه اینکه به صورت منفی. دوستان عزیز توجه کنین، من دارم میبینم که من آماری میگیرم خب و به سمت بهتری میرم. شخص مورد نظر شما دوستان عزیز آدم بسیار بسیار اونم مثل شما هستش. توجه کنید روی توی زندگی گذشتهش رو داره نگاه میکنه و اینکه میخواد از یک گذشته بکنه دوستان عزیز و بله میگه یس شما
جفت روحیش هستید و یه سری چیزهایی که بینتون اتفاق افتاده، دعواها، این نمیدونم تهمت‌ها، یه سری چیزهایی که بینتون بوده، میگه اینها رو باید بگذاریمشون کنار، بگذارمشون کنار. داره پیشرفت میکنه بچه‌مو. اوکی. شما دیگه دوستان عزیز عاقل شدین، دیگه میدونین چه خبر هستش توی زندگیتون و چه چیزی رو میخواین تو زندگیتون. ببینین دوستان عزیز، از حالهای بد گذشتین، پرستار بودین، دکتر بودین، روانشناس، هر کسی که بهتون بگم بودین، الان دیگه به خودتون میرسین. الان دیگه از نظر معنوی باز هم دارم میرم کسی که سختی ها بزرگش کرده و اینجا دارم میبینم که میتونین به خودتون ببالین عزیزان. اوکی؟ میتونین به خودتون افتخار کنین و دیگران هم دارم میبینم که به شما افتخار میکنن. نه دیگران، یعنی دیگران هم به چشمش شما رو خواهند. ببین بازم اون به فکر شما هست. ببینین. اوکی. ببینین سه تا کارت براش افتاد. حضرت محترم. شما عزیزان دل بهتون گفتم چه خبر بود. دارم ببینم که سختی کشیدین. الان هم اگر کسی تو زندگیتون میخواین کسی باشه که بهتون بخوره. بتونه با شرایط شما وقف پیدا کنه و به زندگیتون. ببینید من آرامش دارم. من کسی رو میخوام تو زندگیم که یه آرامش بیشتری بهم بده. که یه چیزی تو زندگیم بیاره. من سوهان روح نمیخوام. بس که پرستار بودم و دکتر و نمیدونم روانشناس و همه کاره بودم. چه در دوستی دوستان عزیز توجه کنین و چه در مسائل احساسی. اینجا رو دقت کنین عزیزان دل. وقتی که شما درد دل خیلی ها رو میشنوین، شاید خیلی هایش از شما در همین سندروم پرستار رو در این سندروم ها بودین و فکر میکنین مثل خود من تا همین بهتون بگم چند وقت پیش همین خیلی 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 تازه اینجور بودم و شباهت ساز ببین میام آره مثلا مثال های از زندگی خودم میدم که دیگران فکر کنن که اونها هم من هم میتونم درکشون کنم. این در حالی که اشتباه محض هستش. باید همونجا استاپ کنین. شما نمیتونین بار روانی کسی رو بردارین به جز یک شخص حرفه‌ای دوستان. پرستار، دکتر، نمیدونم کسی که شغلش در این زمینه هستش. روانشناس شما نمیتونه. شما اگر بتونین به دوستی به عزیزانتون یک کمکی کنین که اونها بتونن حتی برن به سمت افرادی که شغلشون این هستش که نور علی نور هستش و این کارو باید انجام داد. مسئله که من اینجا دارم میبینم دوستان عزیز که اون شخص ببینین جفت روحی اینجا ببینین باز هم ساختن یک پروژه با شما، ساختن یک مسئله با شما، چون دارم میبینم آدمی هست که شرایط سختی رو پشت سر گذاشته. حالا یا از اینکه شاید بین شما شکرابی بوده، زندگی سختی این شخص در گذشته داشته و دارم میبینم که آدمی بوده عزیزان دل به اندازه کافی تو زندگیش بهش دستور دادن، خب دیگه نمیخواد تحت سلطه باشه. اگر یک زندگی میخواد حتی با شما میخواد باشه، میخواد یک زندگی نرمال و درست باشه. این که کسی بخواد به من دستور بده دیگه نمیخوام. شاید مادر سختگیری داشته، معلم سختگیری داشته، مادر بزرگ بدجنسی داشته، شما چه میدونین چه خبر بوده تو زندگیش. خب من اینجا کارت برج ها رو براتون میخونم. دی، اسفند، خرداد، مرداد، تیر، مهر، از اول شروع میکنم فکر کنم یه جاره اشتباه گفتم. دی، اسفند، خرداد، مهر، اینجا بود اشتباه گفته بودم. تیر، مهر، دی، تیر، فروردین. اوکی؟ چند بار مهر افتاد؟ 1، 2، 3، یعنی که برقراری تعادل. اوکی؟ حالا ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. برای سریتون دوستان دلتون اگر کپک زده، یک داروی زده کپک داره به سمتتون میاد، یک مسئله دارن اتفاق میفتن که شما امیدوار میشین به زندگی دوستان پا میشین. میدونین که ببینین دوستان عزیز من میتونم قسمت خالی زندگیم رو پر کنم حداقل. تا خب ببین دل شکستت اون رو جمع کردین، چسب دوقلو زدین بهش، تک 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 کنار همدیگه گذاشتینش.
بله دوستان، ولی خب چیزی که شکسته عزیزان دل ظریفه، نحیفه، باید ازش مراقبت بشه. اخباری مسائلی دارم میبینم که داره به سمتتون میاد دوستان عزیز که خوشحالتون میکنه و امید دارین که مسائل احساسی شما بهتر خواهد شد. اون شخص عزیزان دل میخواهد تخم کفتر بذارین زیر زبونش، شاید آنچنان اثری نداشته باشه، بیشتر بگنده تا اینکه بخواد پرواز کنه، پرنده بشه و حرف بزنه و این چیزا. برای اینکه عزیزان دل من دارم میبینم که احتیاج به زمان داره که حرف بزنه. زمان حرف دیگه منو نزنین، توجه کنین، شاید ازش خبردار بشین، یه جورایی ازش خبردار بشین، ولی آدمی هستش که همه اینا رو دارم میبینم که میخواد ولی زمان همه این پایین افتاد. اگه این کارت زمان از تو دست کارت ها برداشته میشد خیلی خوب بود. خب بریم ببینیم کارت های دیگه. من خودم کسی هستم که از زمان صبوری و زبان و زمان و زبان و نمیدونم چیزا. اوکی کارت های دیگه، دوتا کارت براتون افتاد. اوکی شما با این شخص عزیزان داری یک رابطه کارمیک دارین، یک کارمیک خیلی قوی. و ما ببینیم اینجا هم دارم میاد تغییرات مثبت در یک رابطه که وجود داره و اینکه پروژه هایی که دارم میبینم که دارن به وجود میان، پروژه هایی که اینجا هم میخواست با شما داشته باشه. این تغییرات مثبت دارم براش، دارم میبینم که داره براش در ارتباط با شما داره ایجاد میکنه. شما هنوز دوستان عزیز مواظب ببین، شما دارم میبینم یک رابطه کارمیکی هست با این شخص. عزیزان دل مواظب دل نازنینتون باشین، مواظب این باشین که این شخص اگرم بیاد سراغتون حتما بررسی کنید که دیگه هیچ گره مره کارمیکی وجود نداشته باشه که بخواد شما رو داغون کنه. ولی که دوبار میگه، میگه که هنوز ببینید، میگه رابطه کارمیک اونا به هر حال رابطه احساسی معنوی، اینجا حرفش میزنه و اینجا حرف از مسئولیت های کارمیک میزنه. خب ببینیم کارت بعدی. سکوت، میخوام باهات حرف بزنم اما نمیتونم و اینکه میخوام این تو باشی که به من با من قدمی به سمت من بیاری و اینکه من از تو دید، من دیدی از آینده دارم و اینکه میدونم این دید گاه درست خواهد شد. بریم بریم یک کارت دیگه هم براتون میکشم و اینکه من خیلی دارم کار میکنم روی پروژه های خودم و متمرکز هستم. آفرین بر شما. کاری نمیکنم، من هر کاری که باید انجام دادم. خب دیدی از آینده دارم، میدونم که من آینده خوبی داشت خواهم داشت و اگرم تو هم اگر که آینده من با تو باشه، من میخوام تو باشی بیای. من الان اهداف دیگه دارم و سر خودم یک جورایی گرم کردم. اونم میگه من دیدی از آینده دارم و اینکه آینده خودم رو با تو میبینم. پس دوتاییتون یه دید دارین، دوتاییتون یک دیدگاه دارین و بدبخت هست و اینکه میگه که من احساس میکنم که احساس ناراحتی میکنم بدون تو و از خودم میپرسم که چه کار کردم که شایسته همچون دردی باشم. خیلی کار کردی بنده خدا. و اما ببینیم اینجا میگه که من روز خوبی رو به لطف تو داشتم و لحظات خوبی رو به لطف تو پشت سر میگذارم. بسیار عالی و خوب. ببین کارتاش خیلی خوب هستش. بدبخته بدون شما، بدون شما بدبخته. خب حالا بریم ببینیم که توی پیام ها چی میگه، شما چی میگه، اون چی میگه. شما میگین دوست دارم که با تو تماس بگیرم. اینجا گفتیم من تماس نمیگیرم. پس لطفاً حرف خودتون رو بهش احترام بذارید. من دوست دارم تو رو ببینم و دوست دارم چه کار ببینم چه کار میکنی و دوست دارم با تماس بگیرم. این کنجکاوی شما هست بیشتر. برای همین هستش که ولی یه مقداری همه چیز به تاخیر میندازم. تاخیر انداختم. اما این کارو خواهم کرد برای که خیلی دوست دارم. دیگه بعدش نشینین پشت تلفن، بعدش نشینین گریه کنید. آه اینو که کاش براش نفرستاده بودم، چه کاری کردم، حالا چه کار کنم. یا انتظار. اون میگه شاید، بهت میگم شاید، برای که هنوز همه چیز رو تصمیم نگرفتم و خیلی کارها باقی مونده که انجام بدم. همه چیز امکان داره، بستگی داره که چه راهی و چه تصمیمی رو بگیرم. از حالا تا چند وقت دیگه جوابهای من متفاوت خواهند شد بنابر شرایط، برابر پیشرفت شرایط. دوستان عزیز این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال